و همراه هستیم با شیلان میرزایی، فعال سیاسی و حقوق بشر. ممنون از همراهیتون خانم میرزایی. به نظر میاد در طول خیزش انقلابی از همون ابتدا سپاه پاسداران قصد داشت که اعتراضات رو در کردستان به خشونت بکشه و به نوعی یک جنگ راه بیاندازه. تحلیل شما چه هستش؟ با درود به شما. خب ما میدونیم قبلا هم جمهوری اسلامی ته چند ماه گذشته حمله کرده به خانواده های احزاب کرد در این مناطق و بسیاری از اونها رو کشته و زخمی کرده، اما میتونم بگم هدف سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در این برهه از زمان که ایران دچار اعتراضات هستش و مردم مدام دارن اعتراض میکنن به حکومت و مقابل اون ایستادن، ایران به دنبال صادرات بحران داخلی شه که بتونه اینها رو به گروه های کرد انتصاب بده و کردستان عراق رو به عنوان، یعنی اون احزابی که در کردستان عراق ساکن هستن رو به عنوان مثلا فعالین احزاب کرد به عنوان کسانی که دارن تحریک میکنن مردم منطقه غرب و کردستان، شهرهای کردنشین رو داره متهم میکنه، با همین بهانه هم به احزاب کرد داره حمله میکنه. من میتونم بهتون بگم که بعد از اینکه احزاب کرد در اقلیم کردستان مستقر شدن، لااقل از سال از تقریبا از دو دهه گذشته اقدامات مسلحانه یا حمل سلاح که دارن، اما اقدامات مسلحانه یا کارهایی که با سلاح بتونن احزاب کرد علیه جمهوری اسلامی انجام بدن انجام ندادن، چنان که هم دیدیم چند ماه گذشته جمهوری اسلامی قصد تحریک این احزاب رو داشت و مبنی بر اینکه این احزاب بتونن دوباره واکنش خودشون رو نشون بدن به جمهوری اسلامی یا اونها هم حمله کنن به جمهوری اسلامی و یک بهانه بزرگ رو جمهوری اسلامی داشته باشه برای اینکه در منطقه کردستان ناامنی ایجاد کنه و اونجا رو به یک منطقه ناامن برای حضور هرچی بیشتر نیروهای سرکوب علیه مردم کردستان اونجا مستقر کنه. و خوشبختانه ما دیدیم که با درایت احزاب کرد این اتفاق نیفتاد و اونها واکنش مستقیمی به حمله های جمهوری اسلامی نشون ندادن. جمهوری اسلامی همیشه تلاشش بر اینه که گناهکاری رو پیدا کنه برای کارهایی که خودش در واقع گناهکار اصلیه و به جای اینکه بخواد که از این موج اعتراضات و فشاری که مردم به جمهوری اسلامی آوردن به جای اینکه بخواد خودش رو تحمیل کنه به اونها، در واقع میخواد که یک گناهکار پیدا کنه که بگه مقصر اینه. جمهوری اسلامی در یک جایگاهی وایستاده از نظر من که در یک لبه پرتگاه قرار داره که نه جسارت و توان این رو داره که از اون پرتگاه خودش رو پرت کنه و نه انقدر جسارت داره که روبروی مردم به نحوی متمدنانه وایسه و ببینه که اون خواسته های مردم چی هست، چون منافع خودش و جایگاه خودش در منطقه الان از نظر خودش بسیار جایگاه قدر قدرتیه. جمهوری اسلامی در روزهای گذشته با همین، من میخوام اینم بگم که در روزهای گذشته که داشته تجهیزات همین سلاح و ماشین‌های زرهی رو از مناطق کردستان رد می‌کرده، شخصی به نام سید بهزاد قیصری هم زیر گرفته، یکی از شهروندانی که در کنار خیابون وایساده و این ماشین‌های زرهی اون رو زیر گرفتن و اصلا هم ازش هیچ حرفی نزدن به خاطر اینکه براشون جان مردم ایران و جان مردم کردستان هیچ اهمیتی نداره.